رأيت الناس يدخلون في خیلی سخته واقعا. من بخوام در رابطه با هواپیمای CC-1 صحبت کنم، چون این هواپیما به قول معروف بستری از ناملایماتی رو تحمل کرده و برامون واقعا باعث افتخار است که این وسیله رو تونستیم سر خط بیاریم. هواپیمای CC-1 ما، من خدمت دوستان گفتم، سال 88 در حین انجام چک اوورهال زمینگیر شد و ما این هواپیما رو خب برابر روشی که ما موقع داشتیم در مقطع اول به نیرو هوایی منتقل کردیم. چندین سال هواپیما در سهام مونده بود، حالا صنعتی که به نوعی من اعتقاد دارم وظیفه داشت ما کمک کنه این هواپیما رو سر خط بیاریم، خب حالا به دلایل مختلفی که حالا اصلا شاید حوصله جلسه هم نباشه مقصدم خدمت دوستان انجام نشد و دو سه سال آخر به بدترین شکل وسیله رو نگهداری میکردن، به گونه‌ای که در گوشه رم شاید رها شده بود و حتی اون بازدیدهای روتین روزمره رو وسیله انجام نمیشد. سال 97 با بچه های نیرو هوایی شروع کار استارت زدیم و هواپیمای ما با انجام بیش از 30,000 ساعت کار فنی که شاهکار خودش محسوب می شود، تعویض بیش از 300 تا از قطعاتش، در نهایت اگر اشتباه نکنم 23 شهریور تست وسیله تایید نهایی رو گرفت و الحمدلله اول از اونم ما سعی کردیم چند تا فقره پرواز به لحاظ اینکه حالا تایید ایمنیشو بگیریم از طریق خلبانان خودمون انجام شد. نیروهای مسلح ما امروز یک نیروهای بسیار قوی، یک قدرت بلا منازع منطقه و جهانی هستند. زلزله کرمانشاه من یادمه واقعا وقتی ما ساعت 6 صبح 7 صبح پرواز کردیم رفتیم بالای سر حساب سر پل ذهاب کرمانشاه و قسمت های مختلف که زلزله اومده بود، دیدیم واقعا تمام راه ها بسته بود. ما یک تا ساعت 12 ظهر نزدیک 500 سورتی پرواز انجام دادیم. در انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید، واقعا 40 فروند بالگرد ما آماده کردیم و صندوق های رأی رو جابجا کردیم و خیلی در کنار مردم و عزیزم برای انتخابات عزیزم بودن. همان روز میخوام خدمت رو عرض کنم که نیروهای مسلح علاوه بر مأموریت‌های دفاعی و امنیتی و برون مرزی و درون مرزی خودشون، آماده همکاری و در کنار مردم عزیز هستن که این کارها رو داریم الحمدلله انجام میدیم. امروز خدا رو شکر میکنیم که به سامانه‌های دید در شب، سامانی که بومی هستش و در هوای روز الحمدلله بهینه شده، روی بالگردان نصب شده، مأموریت‌های شبانه سنگینی رو انجام دادیم و امروز این صنعت الحمدلله در اختیار هوای روز است. سامانه های موشکی برد بلندمون و به صورت فایر اند فورگت الحمدلله در هوای روز این بهینه شده. موفق و پیروز و سربلند باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خانواده محترم شهید اشتری تشریف فرما باشید، باز اینجا صلواتی بر محمد و آل محمد. خانواده محترم شهید فخرایی تشریف فرما باشند، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. جناب سرهنگ حسین معصومی، فرمانده محترم یگان بار ثابت هوانیروز. الله اکبر، آینده رهبر. جناب سرهنگ شهرام احمدیان، مدیر محترم نگهداری و تعمیر معاونت آماده پشتیبانی هوانیروز. الله اکبر، آینده رهبر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
قریب 30,000 ساعت کار فنی روی این هواپیما انجام شد، کارهای بسیار سنگین که به صورت شبانه روزی واقعا شما در هوانه روز این کار انجام نمیده، ولی با هم افزایی که با نیروی هوایی الحمدلله انجام شد این هم به بهره برداری رسید. امروز هم خانواده شهدا برای این هواپیما سوار میشن و به سمت مشهد مقدس پرواز میکنن جهت شرفیابی به محضر مبارک علی ابن موسی رضی الله عنه.